سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر جای دنیا که هستین صحیح و سلامت باشین. من معراج موسوی هستم، با یک ویدیو جدید در خدمتتونم. قبل از هر چیز بگم، موضوع ویدیو امروز در رابطه با کباب کوبیده هستش، ولی به یه شکل متفاوت. چرا؟ به خاطر اینکه کباب کوبیده رو من قبلا به طور کامل به اون شیوه و متدی که خودم انجام میدم آموزش دادم، لینکش رو براتون میذارم این بالا، میتونید برید اون رو ببینید. ولی ویدیویی که امروز داریم تفاوتش در این هستش که داخلش میخوایم تمام فکرها، نظرات و اون چیزایی که شما فکر میکنید کباب کوبیده با اون بهتر میشه، از جاهای مختلف شنیدیم، آشپزهای مختلف آموزش دادن، تمام اونا رو میخوایم با هم دیگه طبقه بندی کنیم، درست کنیم و مقایسه کنیم. مثلا به طور مثال بعضی از دوستان اومده بودن گفته بودن که داخل کباب کوبیده جوش شیرین بزنیم بهتر میشه، که من داخل کباب کوبیده خودم نمیزنم، ولی امروز میخوام یک مدل به این طریق آموزش بدم، یک مدل با ساتور خورد بکنم و کباب کوبیده رو به سیخ بکشم، با چرخ گوشت میخوام این کار انجام بدم و چند مدل متنوع دیگه اون رو درست بکنم و در انتهای ویدیو میخوام با هم مقایسه کنم. پس حتما ویدیو رو تا انتها ببینید، تمام سوالاتون در رابطه با کوبیده جواب داده خواهد شد و در آخر میبینیم که کدوم روش با یک گوشت مشخص بهتر خواهد شد و این ویدیو فکر میکنم خیلی بهتون کمک کنه. پس با من همراه باشین. همین الان لطفاً لایک بکنید. از این ایده اگر خوشتون اومده حتماً داخل کامنت بنویسید که ویدیوها و غذاهای دیگه هم به این صورت مقایسه‌ای درست بکنم. و اینکه اگر بار اولتون هم هستش که دارین ویدیوهای من رو میبینید و تا الان سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان انجام بدید که بسیار به من کمک میکنه. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، اول از همه باید پیاز رو آماده کنیم. برای این کار اون رو به اندازه دهنه چرخ گوشت خرد کنید. به یه دونه توری احتیاج داریم، به این شکل اون رو داخل یک ظرف بذارین. بعد از اون شروع بکنید به چرخ کردن پیازها. سریع چرخ گوشت کبریتی. اگر هم میخواییم با رنده انجام بدید، با رنده سایز درشت میتونید این کار رو انجام بدید. بعد از اون مهمترین کاری که باید انجام بدین به همین شکل پیاز رو ببینید، بعد از چرخ کردن یا رنده کردن داخل توری داخل یخچال بذارید. به اندازه 2 ساعت اگر این کار رو نکنید، اسید پیاز کبابتون رو خراب خواهد کرد. پس بره داخل یخچال برای 1 ساعت و نیم، 2 ساعت به بالا. بعد از چرخ کردن پیاز حتما دستگاه رو باز کنید، بشورید تیغه رو، مخصوصا چون اسیدش در بلند مدت باعث میشه که تیغه چرخ گوشت هم حتی کند بشه. سری رو عوض کردم، یک سری با درجه بالا گذاشتم. بریم برای معرفی گوشت و همچنین مراحل بعدی. ببینید این قلوه‌گاه گوسفنده، این جایی که میبینید جای قرار گرفتن دنده هستش. گوشت شکم و روی دنده های گوسفند رو قلوه‌گاه میگن. این هم سردست گوساله هست. برای کباب کوبیده از یه گوشت چربیدار که همون قلوه‌گاه گوسفند هست و یه گوشت لخم که همون سردست گوساله هست استفاده میکنیم. ببینید این قلوه‌گاه به مقداری گوشت و مقدار زیادی چربی داره که نسبت قلوه‌گاه به سردست گوساله دقیقاً باید مساوی و 50-50 باشه. من تصمیم گرفتم برای هر سیخ از 100 گرم گوشت استفاده کنم که 50 گرمش سردست گوساله و 50 گرم قلوه‌گاه هست. دقت کنید دوستان، حتما گوشت گوسالتون رو پاک کنید، شعره داخلش نداشته باشه. بعد از اون گوشتا رو به اندازه دهنه چرخ گوشتتون برش بزنید. بعد با هم یه مقدار مخلوط بکنید. در همین قسمت نمک رو اضافه کنید. میزان نمک برای هر کیلوگرم گوشت مخلوط 12 گرم هستش. فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری و فلفل قرمز 0.5 قاشق چایخوری هست. ولی چون من به نسبت گوشتم کمتر از 1 کیلوگرمه، مقدار کمتری داخل این فیلم ریختم. بعد از اضافه کردن ادویه میریم برای چرخ اول که از دهنه نخودی یا یه دهنه درشت باید استفاده کنید. این چرخ رو انجام میدیم فقط برای اینکه گوشتمون یه مقدار با هم مخلوط بشه، چنگ زدن لازم نداره، بذارید کنار. بعد از 2 ساعت پیاز رو که به این شکل در اومده بیارین، میخوام یه سیخ با پیاز کم آب گرفته شده انجام بدم. یه مقدار آبش رو با همین دست فشار بدید داخل توری. برای این سیخی که مد نظر دارم به اندازه 30 گرم از پیازی که هنوز داخلش آب هست.
100 گرم هم که گوشت مخلوط داریم، سرجم 130 گرم. یه مقداری با هم دیگه مخلوط کنید. میخوایم بریم برای چرخ دوم. دهنه کبریتی رو بندازید روی دستگاه، شروع کنید به چرخ کردن. خب مشکلی که اینجا به وجود میاد، یه مقداری از گوشت داخل چرخ گوشت میمونه. ببینید من 130 گرم گذاشتم، الان 100 گرم از چرخ گوشت اومده بیرون. بگذاریم بریم برای سیخ بعدی، بهتون میگم بعدن چیکار کنید. باقی پیازمون رو کامل با یه دستمال تنظیف آبگیری میکنیم، یعنی نمیذاریم حتی یه قطره آب داخلش بمونه. برای سیخ بعدی دوباره 100 گرم گوشت مخلوط رو روی ترازو میذاریم. منظورم از مخلوط نسبت مساوی قلوه‌گاه و گوساله، از قبلا بهتون گفتم. بعد از اون 25 گرم پیاز آب گرفته، ببینید هیچی آب داخلش نیست، رو اضافه کنید که به این ترتیب سرجم میشه 125 گرم. بریم برای چرخ کردنش. اگر یادتون باشه 30 گرم از سیخ قبلی هنوز داخل چرخ گوشته. اولین گوشتی که بیرون میاد به اندازه 30 گرم جدا میکنم در این قسمت، میذارم رو سیخ قبلیم. اینجوری مواد سیخ ها با هم دیگه مخلوط نمیشه و امیدوارم که شما متوجه هدف آزمایش من تا الان شده باشین. پس به همین ترتیب ادامه میدم. سیخ بعدی رو با 30 گرم پیاز آب گرفته شده درست میکنم و باقی مواد کوبیدم رو به ازای هر سیخ کوبیده 30 گرم پیاز آب گرفته شده انجام میدم. مقدار گوشت برای سیخ قبل بود که خالی کردم در این قسمت. بعد از اون هم میخوام دستگاهم رو خالی کنم، هم میخوام یه سیخ با یه مقدار نون داخلش بزنم. خیلیاتون گفته بودین بعضی از کبابی ها داخلش نون خشک میزنن و میخوام اینم بین آزمایشم مقایسه کنم. این سیخی هستش که داخلش نون وجود داره. خیلی از دوستانم میگفتن که میشناسیم کسانی رو که پیاز رو با گوشت با همدیگه چرخ میکنن. تو این سیخ میخوام این کار رو آزمایش کنم. به مقدار 30 گرم برای هر 100 گرم گوشت پیاز اضافه کردم، با همدیگه چرخشون کردم. خب دوستان میریم برای سیخ گرفتن. وقتی که دفعه اول چرختون دهنه نخودی است و دفعه دوم دهنه کبریتی، در حدی ورز بدین که فقط گوشتتون با همدیگه اون رده های چرخه گوشت از بین بره. سیخ زدن کوبیده رو هم به صورت مفصل آموزش دادم، لینکشو بالا میذارم برید ببینید. ولی میخوام بهتون بگم یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه کباب شما لطیف، پوک و خوشمزه بشه، درست گل زدن و به این شکل گل انداختن روی کباب کوبیده است. پس حتما برید اون فیلمو ببینید. من همینجا یه دونه سیخ رو برای اینکه ببینید به چه شکل هست انجام دادم، ولی داخل اون فیلم خیلی کامل تره. بقیه سیخ هارم به همین شکل انجام بدید. کاری که میکنم اینه که روی ورق اون چیزایی که داخل سیخ انجام دادم رو روش می نویسم که بعداً بتونم موقع مقایسه کامل بهتون بگم که به چه شکل است. ببینید اون کاری که روی سیخ انجام شده رو روش می نویسم و می چسبونم. خب دوستان رسیدیم به یه مسئله ای که خیلی هاتون پرسیده بودین. من می خوام به یک سیخی که 100 گرم گوشت داره، 30 گرم پیاز کامل آب گرفته شده داره، یه مقدار جوش شیرین بزنم. یه مقدار ورز میدیم و به سیخ میکشیم. ببینیم حجمش زیاد میشه، پوک میشه. ممکنه یه مقدار حجمش زیاد شه، چون کلن کار جوش شیرین همین هستش. و در انتها سیخی که میخوام انجام بدم به روش ساتوری هست که همونطور مثل بقیه سیخ ها 50 گرم قلوه‌گاه 50 گرم سردست. یه مقدار خورد کردم به صورت درشته، الان نمک فلفلش رو میزنم. پیازش رو هم همین قسمت اضافه میکنم، 30 گرم آب گرفته کامل. بعد از اون با ساتور به حدی بزنید که کامل ریز ریز بشه، به این شکل بتونیم ورزش بدیم. این رو هم به سیخ بکشیم و بریم برای کباب کردنشون. زغال رو از قبل آماده کردم، روش خاکستر نشسته. سیخ ها که تعدادش شد 7 عدد با هم متفاوت رو روی حرارت بذاریم. دقت کنید اوایل پخت باید تون تون برگردونید، چون قطعا داخل منقل خواهد ریخت اگر این کارو نکنید. بعد از اینکه اشک کباب در اومد و روغنش ریخت توی منقل، اون وقت دیگه لازم نیستش که سریع اون رو برگردونید. ببینید منظورم از اشک کباب در اومدن این دودیه که داره بلند میشه، یعنی چربی میریزه روی منقل و شروع میکنه به سوختن و تولید دود میکنه. ببینید از نظر قیافه توی طول پخت هیچ فرقی با هم ندارن، رنگاشون هم که تقریبا همه با هم دیگه یکی شده. شاید اونی که جوش شیرین زدیم یه مقداری باد کرده باشه، ولی باز هم به چشم زیاد معلوم نیست.
در وسط‌های پخت یه مقدار نون زیر کباب میخوام درست کنم، بنابراین کوبیده ها رو بذاریم بین دو تا تیکه نون، یه فشار کوچولو بدین چون اگر زیاد فشار بدین کل چربی خارج میشه و کبابتون خشک خواهد شد. تنها سیخی که یه مقدار ازش ریخت اونی که با پیاز با هم دیگه چرخ کردن بود، بریم برای تست کردنشون. خب دوستان رسیدیم برای مقایسه کردنشون. حالت ظاهریشون که تقریبا شبیه همه. اول میریم سراغ پیاز کماب گرفته، یعنی که یه مقدار داخل توری اگه یادتون باشه آبشو گرفتم. یعنی کامل از هم جدا میشه، از نظر نرمی هیچ مشکلی نداره. یه مقدار کم آبه ولی خوشمزه است، نمیشه گفت بدمزه است. میریم سراغ اونی که جوش شیرین داره داخلش. ببینید از نظر قیافه که با دیگران فرقی نداره، به نظرم باد نکرده، ولی مزهشو ببینیم. پوک بودنش هم مثل بقیه پوکه، ببینید کامل نرم و پفکیه. مزهش این قبلی بود، هیچ فرقی نمیکرد. میریم سراغ ساتوری 30 گرم پیاز آب گرفته شده. نرمی که دقیقا مثل قبلی هیچ فرقی نمی کنه. یه مقدار همونجور که حدس می زدم آبدارتره مزهش، ولی زیاد واقعا فرق نمی کنه. یعنی ستایی که خوردم هیچ فرقی نمی کرد. میریم سراغ اونی که با پیاز ریختیم تو چرخ گوشت، چرخ کردیم با هم دیگه. ببینید یه خورده اینجاش ریخت، ولی دلیلش این بود که خب من با ضربه خورد توی منقل، مگه نه اونم نمیریخ. ببینید مزه این چطوره، ببینید چقدر پوکه. حقیقت اینو نپسندیدم، یه خورده مزه گوشت رو خونسا کرده. یعنی اونقدری که مزه گوشت یاد بیشتر مزه پیاز رو حس میکنم داخلش. این همونیه که داخلش نون رفت، 30 گرم پیاز آب گرفته داره. ببینیم این چجوری شده. میگن نون خشک بزنید خوب میشه. ببینید یه خورده از همدیگه مثل خشکه، اصلا مشخص این وا میره، یعنی اون چربی لازم رو نداره. مزه از قبلی خیلی بهتره. ولی تو رنج اون ستای اوله از قبلی خیلی بهتره. مزهش خوبه، جزء خوبا بود مزهش. ببینید این 25 گرم پیاز آب گرفته، یه مقدار پیاز کمتر زدیم که نتیجهش رو ببینیم. ببینید همه شون نرمن، یعنی از نظر نرمی و پوکی هیچ فرقی نمی کنن. مزه از قبلی کم مزه تره، یعنی خیلی مزه نداشت. نمیدونم شاید هیچ فرقی نکنه دیگه، انقدر خوردم. ببخشید برای صدای موتور، اینجا همیشه این مشکلات رو ما داریم. فکر کنم چون خیلی خوردم زیاد دیگه از نظر مزه متوجه نشم، ولی خب بافتش دیگه کامل دارم بهتون نشون میدم. ببینید این 30 گرم پیاز آب گرفته است، چرخ گوشت 30 گرم پیاز آب گرفته شده. ببینیم که به چه صورت هستش. بافت عالی، پوک، پفکی. منظره خوبی داره، یعنی همه چیزش میزونه. به نظر من این 30 گرم پنیر، میگم پنیر، 30 گرم پیاز آب گرفته که چرخ کردیم و ساتوری از همه بهتر بودن. اون نون خشکی هم بد نبود، ولی اونی که داخلش چیز زدم، داخلش جوش شیرین زدم، هیچ فرقی نمی کرد. یعنی اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، همشون تو تم مزه همن، چون گوشتشون تقریبا یکیه، ولی من همه اینا رو متفاوت زدم، همشون اینه همن. منتها توی اینا اونی که ساتوری بود و اونی که 30 گرم پیاز داشت به نظر من بهتر بود.
میسپرمتون به خدا، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره سابسکرایب بکنید، کلی از این فیلم ها در ادامه فعالیتمون داریم. لایک و کامنت هم یادتون نره. همیشه موفق و پیروز باشید.